چهارم تیر ماه سال روز تولد سازمان راه کارگره. چند ماه بعد از شکست انقلاب بهمن، سازمان راه کارگر با شعار انقلاب مرد، زنده باد انقلاب، فاشیزم کابوس یا واقعیت، انقلاب کار توده هاست، اعلام موجودیت کرد. تولد سازمان نوینی در آن شرایط انقلابی که اکثریت عظیمی از مبارزان سیاسی به سازمان‌های موجود پیوسته بودند و اکثریت بزرگی از آنها قادر به پذیرش شکست انقلابی بزرگ از درون نبودند و پیش از آن و دشوارتر نقد روش‌ها و رویکردهای قدیمی رو به مذاق بسیارانی خوش نمی‌آمد، بسیار سخت بود. انقلاب 57 مانند معجزه‌ای همه را متعجب کرده بود، چرا که پیشروی سریع جنبش و سرنگونی ژاندارم خاورمیانه با معجزه‌ای از جنس انقلاب و بندوبست‌های گوادلوپی و چهره‌سازی‌های رسانه‌ای امپریالیستی با هزینه فداکاری‌ها و جان‌های بسیار مردمان از نجف خمینی رو به پاریس و از آنجا با اسکورت میراژهای فرانسوی و لشکری از مشاوران و مزدوران به تهران رسوند و با دور زدن اراده مردم انقلابی برایشون دولت تعیین کرد، قول نفت و برق و اتوبوس مجانی و مقام انسانیت داد و شیفتگان به قدرت را چنان مست کرد و در صحنه مستی و توهم توده‌ای سر دستگاه قضایی مستقل رو برید، حقوق زنان رو سلب کرد، اقلیت‌های دینی وزیر بهائیان رو محدود دم و سایه وحشت اسلام ناب محمدی رو با شعارهای مستضعف‌پناهانه یه بهشت‌گونه بر ایران چنان حاکم کرد و استبداد فردی و نابرابری طبقاتی رو که همگان امروز در این جهنمی که هست می دانن که شکست انقلاب چه کابوسی برای جامعه ما برمان آورد. سازمان راه کارگر در آن شرایط انقلاب مرد و زنده باد انقلاب رو فریاد کرد. امروز با دو نفر از رفقای عزیزم، محمد رضا شالگونی و ابراهیم آوخ، درباره تشکیل سازمان راه کارگر در آن دوره خونین و خصوصا بحث ها و گفتگوهایی که قبلا هم درباره چگونگی تشکیل این سازمان بوده صحبت. درود بر هر دوی شما رفقای عزیزم. رفیق شالگونی، با شما شروع می کنم. راه کارگر در اون شرایط به وجود اومد. چرا راه کارگر واقعا به وجود اومد و چرا توافق با اون دو سازمان بزرگ قدیمی، سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر و خصوصا سازمان فدایی انجام نشد؟ سلام میگم به خدمت شما و خدمت رفیق عزیزم ابراهیم. من در رابطه با این ماجرا، این که راه کارگر باید توجه داشته باشیم که اون نیروی اصلی که راه کارگر رو به وجود آورد زندانیانی بودند که در دوره شاه در زندان‌ها بودند و اینها با هم دیگه آشنایی و رفاقت و چیزهای به اصطلاح روابط طولانی داشتند نسبتشون. مثلا دو سه تا محفل بودند منتها در زندان‌های مختلف و به اصطلاح با هم دیگه آشنایی داشتند. درسته که از گروه واحدی نبودند، مثلا از سازمان فدایی بود، از سازمان مجاهدینی که در زنده اون چیزی که پیکار و فلان بعدم به وجود اومد و فلان و اینا، نه از مجاهدینی که در زندان ها اصلا به این نتیجه رسیده بودن که این چیز مذهبی و فلان کارساز نیست، مارکسیست شده بودند، و از فدایانی که به اصطلاح حرکت خیلی کارسازی داشتن و از نسل اول به اصلاح بچه های فدایی بودن، از به اصلاح گروه فلسطین و بقیه ستاره سرخ غیر و غیر و
در حال چیزه همهشون هم واقعیت نجه. اولین مشخصه اینا این بود که زندانیانی بودن که در موضع مقاومت بودن در زندان ها و اینا، این اولین شاخصش بود. و اینا شاخص دومیش این بود که در یک چیز همه اینها توافق کامل داشتن، اونه که مبارزه مسلحانه چریکی به اون صورت که نمیدونم در سازمان فدایی یا مجاهدین فرموله شده بود اون کارساز نیست، بایستی به سازماندهی توده‌ای طبقه کارگر و اینها روی آورد. و اینها اینم دومین مشخصهشون بود که در واقع مبارزه مسلحانه رو هم کنار گذاشته بودن اینها. این یک مسئله دیگری بود. و اینها بعد یه مسئله دیگری که یکی از شاخصاش این بود اون به اصطلاح مسئله بود که آیا انقلابی که میشه مال به اصطلاح با موفقیت روبرو خواهد شد. و اینها همه قرائن نشون میداد که به اصطلاح انقلابی که شروع شده غالب این بچه ها در همون آستانه انقلاب یکی با یکی دو ماه فاصله حد اکثر در واقع آزاد شدند. و اینها در سال همون 57 و اینها آزاد شدند غالبشون. بعد البته قبل از اینم بعضی ها مثلا در سال 56 آزاد شدند، بعضی هاشون ملیکش بودند و فلان و از این داستان ها. ولی یک چیزشون این بود که در رابطه با قدرتگیری روحانیت هنوز قیام نشده بود، ولی قیام یعنی یکی دو ماه مونده بود به قیام و اینها، قدرتگیری روحانیت بدبین بودن. اینا شناختی که از اسلام و اینها داشتند و اینها و غالبشون هم انصافا یعنی بچه هایی بودن که می شناختن و چیزهای مذهبی ها رو در زندان ها هم با مذهبی ها از جمله طرفداران خمینی و اینها آشنا بودن، در چی داشتن تصورات و درک اونها رو از حکومت می دونستن. قدرتگیری مذهبی ها آسیب بسیار بزرگی میزنه به اصطلاح مردم، اینو مطرح میکردن. منتها واقعیت اینه که هنوز قطعی نشده بود که مثلا خمینی اینقدر سریع به قدرت خواهد رسید که همونطور که شما اشاره کردید راه رو در واقع تا حدود زیادی باز کردن به روش. و اینا در رژیم شاه هم واقعیت اینه که همه جریان های سیاسی رو سرکوب کرده بودن، منتها رژیم شاه مذهب رو دستگاه مذهب رو لازم میدونست، برای مخصوصا فکر میکرد که در مقابله با به اصطلاح خطراتی که اینو تهدید میکنه بیشتر چپ ها هستن و مذهب میتونه به اصطلاح سدی باشه در مقابله به اصطلاح. اون موقع هنوز شوروی و اینا فرو نریخته بود دیگه. اینا هم یک مسائلی بود که یکی از شاخصهای این ادعی که در واقع راهکارگر رو به وجود آوردن این بود که به مذهبی ها و این که نمیدونم چقدر هم ضد امپریالیسم فلان و اینها باشن اصلا اعتقادی نداشتن، فکر میکردن که یعنی راهکارگر یکی از اولین جریانهایی بود که به اصطلاح از همه حتی از زندان ضد امپریالیسم بودن. همه بچه هایی که راهکارگر رو به وجود آوردن ضد امپریالیسم بودن، منتها ضد امپریالیزم رو با ضدیت با هر نوع خارجی ستیزی و فلان، حالا فرمولاسیون هاشون خیلی اولش هم دقیق نبود ولی متفاوت میدیدند و فلان، هر نوع مخالفت با امپریالیزم و فلان اینو کارساز نمیدونستند و اینها. بنابراین وقتی که این به وجود اومد و اینها یک چیزی که به اصطلاح شکل گرفت اون عبارت از این بود که یکی از مشخصاتش هم باید یادآوری کنم که واقعیت اینه که یک فرد یا دو فرد و سه فرد و پنج فرد راهکارگر رو به وجود نیاوردن. راهکارگر گفتم همین بچه های زندان بودن، اینا هم دیگه آشنایی داشتن، هر کدومشون هم وزنی داشتن و اصلا زندان کشیده بودن، دنبال این نبودن که یه رهبر برای خودشون درست بکنن، دنبال اون برند و فلان. در واقع این مسئله هم یکی از این به اصطلاح چیزها بود که در راهکارگر یک رهبری به صورت این که مثلا دور یه نفر جمع بشن انصافا هیچ وقت نبود، اشکالاتی داشت از نظر سازمانی فلان و اینها، اشکالاتی داشت که حالا لازم باشه صحبت میکنیم، رفیق عزیزم ابراهیم هم میتونه بگه اینها بچه هستش. منتها
اینطوری یه چیز جمعی بود، روحیه جمعی بود و اینها مثل همون زندان دیگه، رفقای زندان در راهکارگر به نحوی انعکاس پیدا کرده. اینها به اصطلاح مشخصاتش بودم. وقتی با انقلاب روبرو شدم، مخصوصا وقتی که در بهمن 57 در واقعی شد، تقریبا همه اینها به این توافق رسیدن که این انقلاب شکست خورده است. حالا فرمولاسیون اینکه انقلاب شکست خورده است یا نه یه ماجرا بود که حالا چطوری اینو فرموله بکنیم و اینا، ولی غالبشون معتقد بودن که مثلا دیگه کار خراب شد و این روحانیت. البته هنوز ما نمیدونستیم که روحانیت به این سرعت خواهد دونست به اصلاح همه چیز رو قبضه بکنه، ولی قدم به قدم که رفتیم دیدیم که اون درک ما درست بود، این خطر روحانیت واقعی بود و اینها. بعد این ماجرا هم به اصلاح باعث شد که اولین چیزی که راهکارگر در واقع حتی با سفارتگیری که مثلا اتفاق افتاد و اینها، یکی از اولین چیزهای که نشریه راهکارگر در نیامده بود در مثلا چیز و اینها، اما سفارتگیری چیزی شد به اصلاح راهکارگر به عنوان یه سازمان یه اعلامیه داد. قبل از اون هم در به مناسبت فوت آقای طالقانی و اینها هم قبل از اون بود، نه بعد از اون بود که یه اعلامیه، یادم نیست اون حالا چی هستش، تاریخ ها ممکنه ابراهام شاید دقیق تر بدونه چی هستش شد، در رابطه با طالقانی هم اعلامیه داده بود، ضمن این که انتقادم کرده بود طالقانی، ولی گفته بود که خب این یک مهره‌ای بود که مهم بود و این داستان ها. ولی وقتی که سفارت پیش اومد و اینها، این مسئله شد که این ضد امپریالیسم نیست، حواستون باشه، این حقبازی فلان بهمانه، نه چه دروغ میگن اینا چی هستش. بنابراین که بعد همون موقع در واقع بعد از سفارت بلافاصله با شتاب نشریه راهکارگر منتشر شد و اینها در همون چیزها، یکی از اولین چیزهایی که مطرح شد شکست انقلاب بود. شکست انقلاب این بود که اصلا همون که یه سرمقاله ای که اول شماره راهکارگر داره، انقلاب مرد، همون به اصطلاح اونو انقلاب مرد، بعدن زنده باد انقلاب رو بعدها در یکی از شماره ها نوشته، ولی سرمقاله ای که داشته بود مسئله این بود که انقلاب ایران درست در روز 22 بهمن با دستیابی روحانیت به قدرت شکست خورد، یعنی شکست انقلاب مطرح شد. البته خیلی از جریان های انقلابی چپ اون موقع میگفتم مثلا ما انقلاب هنوز شکست نخورده فلان، ما معتقد بودیم که اینها که قدرت رو به دست گرفتن و حمایت توده ای هم دارن، این باعث میشه که انقلاب شکست بخوره. یکی از مسائلی هم که مطرح شد و خیلی مهم بود این بود که ما هم معتقد بودیم که اینها خب طرفداران سرمایه‌داری مالکیت خصوصی چیزهای عقب مانده و فلان هستن، منتها معتقد بودیم این دولت کلاسی که سرمایه داری نیست. یکی از اولین چیزهایی که راهکارگری ها مطرح کردن و اینها این ماجرا بود. حالا بعدا دوباره صحبت میکنید، یه من زیاد پر حرفی نکنم. درود به تو ابراهیم عزیزم. ابراهیم جان شما چگونه در واقع دیدی؟ چون ما میبینیم از دو نهله در واقع فکری در واقع بودین و خود سازمان راهکارگر هم از کادرهای قدیمی سازمان فدایی بود، مجاهدین مارکسیست بود، ستاره سرخ، گروه فلسطین، رازلیق و برخی دیگه از به اصطلاح فعالان چپ در واقع اومدن و خود اون قضیه خب خیلی ها به اصطلاح فکر میکردن بلوک خرده بورژوازی و لیبرالان که به قدرت رسیدن، امپریالیسم آمریکا افتاده بیرون، بعد نمیدونستن، توهم هم داشتن دیگه به نقش روحانیت و نقش به اصطلاح خرده بورژوازی این داستان ها. اون داستان چگونه بود؟ چگونه توی اون موج در واقع شما علیه موج شنا کردید در واقع؟ خب منم سلام میکنم به شما علی جان و به رفیق دیرینم محمد رضا شالگونی و همچنین به بینندگان گرامی تلویزیون برابری. من در تکمیل صحبت‌های رفیقم محمد رضا شالگونی میام یه مقداری بیشتر میرم روی ریشه راه کارگر. واقعیت اینه که خیلی سوال میکردن که راه کارگر
در پس از تولدش بلافاصله در فاصله کوتاهی چگونه بود که تبدیل شد به یک سازمان سراسری گسترده که در تمام شهرستان‌ها و استان‌ها و فلان نرفا شعبه داشت، ریشه داشت، بچه‌ها بودن، فعالیت می‌کردن و الی آخر. من بارها صحبت کردم و گفتم که واقعیت خزینه که دقیقاً اینه، راه کارگر یک شبه سبز نشد. ریشه راه کارگر باید در سال‌های 40 ما ببینیم. حتی به اصطلاح اینا جوانانی بودن که در سال 30 بعد از کودتای 28 مرداد در دوران سیاه اون دوره در واقع قد کشیدن، در سال‌های 40 به مبارزه پیوستن علیه استبداد، برای آزادی، برابری، همشون، حالا هر کدوم و حال شما از نهله‌های فکری گوناگون و با زاویه‌های گوناگونی. شعار زنده باد آزادی اون موقع شعار جنبش مردم ایران بود که مرتب در اون دوران چیز می‌شد. این بچه‌ها همطور که رفیق من اشاره کرد در سال‌های 50 همه در زندان‌های رژیم شاه بودند. خب اینا خود این مسئله یکی از پایه‌های شناخته شدگی کادرهای راهکارگر بود که در ابتدا که دور هم جمع شدن تونستن با شناختی که جامعه ازشون داشت در هر کجا که حضور پیدا بکنن نیروهایی رو به سمت خودشون همراه بکنن، همراه خودشون باشه دیگه. به هر حال اکثر اینا همطور که رفیق هم گفت از کادرهای اصلی جنبش چریکی بودن. تو اون دوران به درستی اشاره کردی که در واقع سه جریان در درون جنبش چپ وجود داشت. یه جریان مثلا جریان حزب توده بود که رفورمیست با واسطه به شوروی که معروف بود به خط یک. جریان های چریکی معروف شدن به خط دو و جریان های حالا گرایش های سه جهانی و جریان های در واقع نزدیک اونا تبدیل شدن به خط سه. خب تو این وسط یه جریان دیگری شکل گرفت و این جریان معروف شد به خط چهار. خط چهار به این دلیل که خب چون اینو از این ضرب توضیح میدم که نسلهای جوان ممکنه اون موقع را ندونن، همسن ساله ما خب طبیعتا احتیاجی نیست که این به اصطلاح توضیحات به اونا داده بشه. در اون دوران در اون شرایط الان خیلی از این چیزا دیگه الان به قول معروف خارج از موضوع هست، اما در اون شرایط مسئله بود، مسئله داشتن. بچه هایی که معروف شدن به خط چهار همینطور که برستی گفته شد در درون زندان ها خیلی قوی تر از بیرون جمع جور شدن و جالبش اینجا بود همینطور که اشاره شد هیچ کدام از بچه های مثلا فرض کن زندان شیراز که ما تو زندان شیراز بودیم، نمیدونستیم در زندان مشهد چه میگذره. آیا چنین گرایشی که ما داریم اونجا هم وجود دارد؟ یا مثلا در زندان تهران چه خبر؟ هیچ اطلاعی نداشتیم چون نمیدونستیم. اما یک چیزی بود، این مجموعه نیرو که در زندان‌های مختلف بود به هر حال میبایست به نقد گذشته خودش میپرداخت. موقعی که میدید جنبش به اصطلاح چریکید نمیتونه پاسخ بده و پاسخ نداده تا الان، با قول قدیم یه موتور کوچک موتور بزرگ رو به حرکت در نیورده، میاد چیکار میکنه؟ به نقد خودش میشینه. وقتی به نقد خودش میشینه در واقع میرسه به اینجا که آقا جان مبارزه جدا از مردم پاسخ نمیده، حرکت جدا از توده ها بی نتیجه است. بنابراین به این نتیجه میرسه اینجا جدا جدا که وظیفه اصلی پیشاهنگ انقلابی سازماندهی کارگران و زحمتکشان برای پیکار طبقاتیه. این مسئله انقلاب 57 هم به اثبات رسوند که واقعا اگر توانی بود در اون رابطه طبعا ممکن بود تأثیرات دیگری هم داشته باشه، حالا بحثش جداست، سر مسئله نیست. به هر حال بعد از انقلاب، بعد از زندان، مواضع نظری که در واقع میشه گفت مواضع اثباتی راه کارگر بود تحت سلسله بحث‌های راه کارگر منتشر شد. تا اون موقع معروف شده بودن ما شده بودیم به خط چهاری، ولی از این که از زمانی که این سلسله بحث‌ها مطرح شد پخش شد
دیگه معروف شدن به راه کارگر، همون جزواتی که اشاره هم شد، مسئله در برابر ریویزیونیست و تز سوسیال امپریالیسم و درباره تئوری پیشاهنگ، این چیزی بود که اون موقع مطرح شد و تحت عنوان به اصطلاح راه کارگر. از اون زمان خب مسئله کاملا فرق کرد. به هر چیزی که بعد از انقلاب برای ما مهم بود، برای این جمع مهم بود، این بود که چه درکی از شرایط این انقلاب، چه درکی از تئوری انقلاب داریم. با این مسئله، با به اصطلاح کوبیدن رو این قضیه است که در چارتی رسما اعلام موجود کنند که رفیق خونم اشاره کرد در رابطه با مبارزه ضد امپریالیستی، در رابطه با مسئله سفارت که اونجا ما فریاد می‌زدیم رفقا مبارزه ضد امپریالیستی از کدام سو؟ خطاب اصلیمون هم سازمان فدائیه بود. همینطور که چون ما خودمون با سازمان فدائی جمع راه کارگر هم با سازمان فدائی وارد به اصطلاح مذاکره شد در این رابطه، چون ما نمیخواستیم، تصمیم نداشتیم که یک سازمان جدا به وجود بیاریم. ما جزی از جنبش نوینی که در سالهای 50 شکل گرفته بود میدونستیم، تغییر و تحولاتی که به نظر اون میرسیدیم باید در درون این جنبش چیز بشه. مثلا خود ما مجاهدین اعلام جدا شده جلسات متعددی با بچه های پیکار داشتیم، با زنده یاد علیرضا سپاسی، با حسین روحانی و رفقای دیگه. منتها خب دوگمه‌هایی که وجود داشت از اون طرف و حالا مسائل دیگر هم پشت قضیه بود که حالا اینا که میان چی میشه چی نمیشه، اینا به هر حال منافعی داشتن یا هر چیزی، جناهای مختلف، ولی به هر صورت نپذیرفتن. و وقتی نپذیرفتن ما لاجرم رسیدیم که باید یک سازمان جدیدی تشکیل بدیم. سازمان جدیدی که تشکیل دادیم، خب به هر حال مجبور بودیم به اون چیزی که مورد نظرمون بود، نیازی ترین به اصطلاح حیاتی ترین نیاز جنبش چپ رو مطرح بکنیم. و اونم به آقا جان، در شرایطی که قرار داریم، در شرایط طوفانی بعد از انقلاب، چه درکی از موقعیت انقلابی داریم، چه درک درستی از ماهیت طبقاتی دولت داریم، به اصطلاح خصلت قدرت حاکمه چیه. اگه یادتون باشه اون موقع چند تا، هر موقع زیاد من صحبت میکنم بهم خبر بده چون من دور بیفتم بعض وقتا ممکنه کنترل برای چند تا مسئله بود. یه عده حاکمیت برآمده از انقلاب رو مطرح میکردن که خرده بورژوازی انقلابی هست و متحد توده ها علیه امپریالیسم. چرا؟ تو شعارهای به اصطلاح ضد آمریکایی ضد امپریالیستی میداد. از طرف دیگه عده دیگری مطرح میگفتن که بورژوازی تجاری قدرت در اختیار گرفته. عده مطرح میکردن که بورژوازی لیبرال قدرت در دست گرفته. بحث بین این که یا عده هم باز مطرح میکردن خورده بورژوازی هست ولی بخش ارتجاعی نمیدونم فلان. و همه اینا هر روز دوچار یک تحول و تغییر می شدن، مجبور بودن تحلیلاشون رو عوض کنن با هر حرکتی که توی حاکمیت اتفاق می افتاد و تو جامعه اتفاق می افتاد. اونجا تو این شرایط ما یک فریاد و قولمون خلاف جریان، شنهای خلاف جریان کردیم. اونجا در اومدون که آقا جان، شما که معتقد هستید تداوم انقلاب، شما که میگین پروسه انقلاب ادامه داره، ما فریاد زدیم که آقا انقلاب مرد، انقلاب شکست خورد، از درون شکست خورد. قیام ضد سلطنتی پیروز شد، 2500 سال سلطنت رو به کناری نهاد. اما از درون این انقلاب یک ضد انقلاب بسیار وحشتناکتری سر برآورد. و در واقع، و یک کلام من تموم میکنم بعدش برم صحبت ایده چون وقت زیاد نگیرم، واقعیت قضیه تنها توطئه های خارجی نبود، زمینی که توطئه های خارجی بر اون وضعیتی که جامعه ما داشت سوار شد و همیشه اونا اینطوری هم منتظرن که از حد اکثر وضعیت استفاده بکنن و مسائل رو به سمت خودشون آنطور که باید و شاید بچرخونن.
وجود تفکرات خمینی چرک و خونی که بود در لا بلای جامعه ما تو جریان انقلاب فوران که زد بیرون و حاکمیت استبدادی سیاه ولایت فقیه ایجاد کرد. دقیقا این بسیار به نکته مهمی در واقع اشاره کرده، چون واقعیتش اینه که ما از فاشیزم کابوس یا واقعیت گفتیم، اونم برای این گفتیم که به قول یکی از این سرمقالان میشود زایمان پردرد انقلاب. اینجا یه نوزاد عجیب القلقه درست کرده بود که همه اون دستاوردهای انسانی دموکراتیک مدنی جامعه ایران رو داشت در واقع نشانه گرفت. بعدم تمام این حملات و اعدام های سریع، مانور هایی که کاست حکومتی در واقع در ائتلاف های بناپارتیش با لیبرال ها و ملیون و اینها داشت و سرکوب زنان و عقب روندن زنان و فرمان حمله حجاب اجباریش، حملش به کردستان و سنندج و شورای خلق ترکمن و خلق عرب و همه و همه نشون میداد که روحانیت تصمیم یک قدرت در واقع بلا منازع رو در واقع داره توی کشور. و از اون برم خب شعارهای مستضعف پناهانه و که تونست حاشیه نشینان رو به یک امت حزب الله تبدیل بکنه و خود این قضیه ای که امت حزب الله، همین مستضعفین به اصطلاح حاشیه توری، تونستن سرباز در واقع حکومت بشن و خیلی ها در نیافته بودن، فکر میکردن خب مردم فقیر باید وایسن در این قضایا. اما ما اینو دیده بودیم که به قول شما با این تجربه روحانیت رو داشتید که اومدن حاکمان شهر با قوانین شریعتشون تمام کشور رو گرفتن. به قول یک نفر جالب میگه همه میادین و خیابون ها به نام فضلان نوری و کاشانی و نواب سرابی تغییر کرد که نشون بدن که سایه خدا، شاه اگر رفته سایه خدا، روح خدا و حزب الله و سارالله و اینها حاکم شده. این شناخت ای خیلی مهم بود، خیلی ها طبقاتیش میخواستن فقط بکنن، بورژوازی تجاری، خرده بورژوازی، ولی خب خیلی راحت ما از این میگفتیم چرا این زبان فهمیده نمیشد، این فاشیسم. مسئله ای که هستش اینه که اولا در رابطه با فاشیسم من بگم که تصوری از فاشیسم در چپ ایران طوری وجود نداشت. از واقعیت اینه که اینا فکر میکردن فاشیسم یه چیز عجیب و غریبه که مثلا ساختار هیتلر رو نمیدونم موسولینی و فلان و اینا، این که فاشیسم به عنوان یه جنبش از پایین به اصطلاح قدرت بگیره و فلان، اینو توجه نداشتم. حالا چه بدونیم هم در ایتالیا و هم در آلمان واقعیت اینه که فاشیسم اینطوری نبود که چیزی باشه. به اصطلاح از دوره استالین آخینده در کومینترن و اینها اصلاح چیز کردن دیگه، که مخصوصا در کومین فرم و اینا وقتی که هیتلر و اینا به قدرت رسید و گفتن که این فاشیسم چیز سرمایه مالیه، اونطوری مثلا سرمایه داری بالا. این تفکر که اصلا از پایین میتونه فاشیسم به وجود بیاد خیلی رایج نبود و اینا. مثلا من یادمه که ما همون اوائل هنوز همونطور که رفیقمون ابراهیم گفت، مثلا ما هی سعی میکردیم که با سازمان های دیگه، مثلا سازمان فدایی که خیلی مثلا ما روابط خیلی نزدیکی داشتیم و اینها، میخواستیم که به اصطلاح به توافق برسیم دیگه. منتها اینها مسئله ای رو که مطرح میکردن این بود که فاشیسم مثلا یعنی سرمایه مالی، این چاخه حالا در ایران توی سرمایه مالی خیلی قوی نیست و فلان اینا. من یادم که رفته بودیم با کمیته مرکزی سازمان فدایی، چند نفر از بچه های ما رفته بودیم اونجا صحبت میکردیم و اینا که مرکزیتشون و اینا ایرادهایی که گرفتن تو فلان، حالا نمیخوام اسم اون رفقایی که اینا را مطرح کردم بگم و اینها،
گفتن سرمایه مالی شما اصلا چی هستش از این، مگه در ایران سرمایه مالی قدرت رو به دست گرفته فلان و اینا، اصلا اون تصور از فاشیسم اولا این وجود نداشت و اینا. با همین که در تجربه حتی آلمان و ایتالیا در جاهای مختلف فاشیسم اینطوری نیست، فاشیسم یه چیزیه که درست از به اصطلاح مخصوصا به عنوان یه جنبش از پایین میتونه شک بگیره، مخصوصا از پایین، مخصوصا از توده های محروم و اینها که آگاهی ندارن یا بازیچه به اصطلاح اون جریان های ارتجاعی شدن و فلان. یک درک اکونومیستی از ماجرا بود که مثلا گویا اگر آدم بگه که مثلا به پایینی ها که حمایت میکردن، چون اینو دیگران هم یعنی به نظر من اشتباه نمیکردن، میدیدن که جمهوری اسلامی حمایت وسیع توده‌ای داره از جمله در بین توحیدستا و فلان اینا، مثلا همون که رفیقمون ابراهیم اشاره کرد دیگه. اینو این مسئله خیلی بغرنج بود براشون، چی چطوری میشه این همه از پایین از اینها حمایت میکنند و اینها ما بینا بگیم این جنبش فاشیستیه فلانه، با حال که اصلا فاشیسم به عنوان یه جنبش قبلا هم حتی در همون دهه 70 چه بود مثلا کتاب‌های نوشته شده بود، از جمله یکی از این مثلا مارکسیست‌های مجارستانی که در خود مجارستان و مثلا اروپای شرقی که کشورها مورد قهر و غضب دولت قرار گرفته بود، که این به عنوان فاشیسم به عنوان یک مثلا جنبش مطرح کرده بود. اینو من یادمه که در ایران مثلا یکی از دوستان و رفقای عزیزمون اینو در اختیار ما گذاشت و اینها که فاشیسم به امام، اینو نویسندهش میهالی وایداس یه خانومیه که مارکسیست و فلان اینا، که فاشیسم مثلا یه جنبش توده‌ای میتونه باشه تصادفا از توحیدستان محرومان و اینها که آگاهی طبقاتی ندارن میتونن به اصطلاح حامی این مسئله. اینم یکی از اون مسائل بغرنج بود که به اصطلاح مسئله ایجاد میکرد و اینا. حتی یه عده میگفتن که خب شکست انقلاب میگی داره یا یواش یواش این جا میافتاد، متأ فاشیسم رو هیچ وقت تو کلهشون نمیتونست بره فلان اینا. یه مسئله دیگری هم که خیلی عجیب و غریب بود در بین جریان های دیگه مثلا چی میشد، میگفتن که خب بورژوازی بازار و فلان و اینا، همونطور که رفیقم ابراهیم هم اشاره کرد و اینها، مثلا بورژوازی لیبرال یا حتی مثلا چی میکردن بورژوازی بازار فلان و اینها قدرت اصلی، یعنی باید حتما به یه طبقه وصل میکردن. و حالا که همون که شما اشاره کردید، رفیق ابراهیم هم اشاره کرد، اصلا مسئله این بود که خود خمینی رو که شاه اونطوری در دوره دستگاه مذهب، خمینی در واقع در انقلاب بهمن یه اتفاقی افتاد. اولا قدرت سیاسی افتاد دست روحانیت، دوم روحانیت طرفدار خمینی ضمناً بقیه روحانیت رو مرعوب کرد و به اصطلاح جریان‌های دیگر رو تحت کنترل گرفت، دستگاه روحانیت رو در کنترل خودش گرفت و اینا. اینها به اصطلاح چی نمی‌کردن، چون نمیتونه روحانیت مثلا چستش و فلان، حتی میگفتن روحانیت که یک گروه نیست چه فلان چیزایی، و درستم میگفتن روحانیت به اصطلاح شاخه‌های مختلف داره، یا آیت الله نمیدونم خیلی چیز که با یک مثلا آخوند محله که یکی نیست و فلان، اینا هم چی بود و این. یکی از چیزهایی که راه کارگر در واقع مطرح کرد و اینها، نه این یک دولت استثنایی، ما تونستیم به اصطلاح از اون روایت دیگر مارکسیستی که اکونومیستی نیست و اینها به اصطلاح کمک بکنیم که بگیم که این یک چیزه. بنابراین یکی از مسئله که مطرح کردیم با الهام از به اصطلاح تحلیل های مارکس، ما این کار رو مطرح کردیم که گفتیم که این یک کاست حکومتیه. کاست هم نه به معنایی که در هند میگفتند و اینا، مارکس خودش اینو در رابطه با ماجرای به اصطلاح اون اشرافیتی که به اصطلاح رهبری بورژوازی رو در انگلیس در دست گرفته بود، قدرت دولتی رو عمدتا در دست داشت ولی خط بورژوازی رو پیش می برد و فلان و اینا، کاست حکومتی میگه اونو خودش، کاست حکومتی. ما در واقع با الهام از مارکس این کار، این خیلی جور شده بوده اینا، مثلا حتی بعضی ها میگفتن کاست و فلان داستان ها که راهکار چی میگه، چرا تحلیل طبقاتی نمی کنه. من یادمه که سازمان های دیگر چپ که انقلابی هم بودن انصافا و اینا، ولی مطرح میکرد از شوخی بود جسد این کاست یعنی چه، شما از تحلیل طبقاتی چرا حالیتون نمیشه فلان این داستان ها.
این یک ماجرای مهمی بود که در رابطه با ماجرای به اصطلاح اینکه پایه طبقاتی حکومت جمهوری اسلامی چه هست، حتما میخواستم وصل بکنن که کدوم طبقه بورژوازی کجاست فلان. حتی میدونی که مثلا غالب چپ ها، حتی چپ هایی که واقعا انقلابی هم بودن، اینکه در واقع خمینی رو حتی خطر بزرگ نمیدونستن، بلکه بازرگان و اینها رو، نهضت آزادی رو، قبل از حتی ماجرای سفارت و اینا، یواش یواش متوجه شدن که بازرگان کاری نیست اصلا. خطر رو در بورژوازی لیبرال میدونستن، میگفتن لیبرال ها، اونا هم همه رو میگفتن لیبرال، لیبرال ها یعنی بازرگان و اینها در واقع خطر اصلی اینها هستن. من یادمه که همون موقع در شماره های اول مثلا نشریه راهکارگر یک مقاله اومده که اینجا مطرح میشه که قدرت دولتی در دست کیست. بزدان چیزه این خیلی مسئله مهمی بود، چون هی تحلیل طبقاتی اینطوری میکردن که و عمدتاً هم لیبرال ها را خطر میدونستن، با هم که لیبرال ها هستن قدرت هستی در دست اونها نبود، چه حتی مثلا بازرگان و اینها دیدیم که بعد از سفارت و اینها بازرگان هستن استعفا داد و اینها، بعدن هم مثلا اون یکی ها یا بازاری ها را حد اکثر چه میکردن، فکر میکردن هرقدر پایین تر بیان انقلابی تر باید باشه. نمیتونستن این ماجرای به اصطلاح تهی دستان رو که حمایت میکردن، کارگرا تهی دستا، همه کارگرا حمایت نمیکردن، کارگران آگاه انصافا اعتصابا فلان، همون چه ابراهیم اشاره میکرد که اینها چستش، اینها واقعیت داشت و اینا، منتها این مسئله رو توجه نمیکردن. به مثلا یکی از چیزهای این بود که واقعا اینه که درکی از دولت، مخصوصا یک دولت استثنایی رو جا بندازه در منصه های ما بود. این از این نظر به نظر من راهکارگر بیش از جریان های دیگر به اصطلاح مارکسیستی که خیلی هاشون هم انصافا انقلابی بودن و شهید دادن، یا آدم مثلا واقعا مثلا بچه های پیکار، مثلا پیکار نسبت به اعضاش بیش از همه به اصطلاح کشته داد و شهید داد، مخصوصا اون چون چیز مذهبی بودن، بعدا مارکسیست شده بودن و اینا، اصلا جمهوری اسلامی هر کسی که مرتد میدونستن دیگه، اصلا کشت و کشتار وحشتناک از فدایام همینطوری بود و اینها، منتها توجه اونطوری نمیکردن که مثلا اینها خودشون، یعنی فکر میکردن هرقدر پایین تر بیاییم مسئله چیز فرق میکنه و فلانه. اینم یک ماجرای مهمی بود که به اصطلاح اتفاق افتاد و نادیده گرفته شد. از این نظر به نظر من در جا انداختن این که جمهوری اسلامی هنوز هم جمهوری تشکیل نشده و شورای انقلاب و فلان این داستان ها، اصلا این یک جریان فاشیستی ارتجاعی نمیدونم خطرناکه، راحت جا نمی افتاد. این کلی نیرو بود اون موقع ها، من یادمه که در سازمان های مختلف چپ حتی اینا، و خیلی نیرو تلاش به اصطلاح خیلی از رفقای ما را در واقع جستش هستن سوزون، در واقع یه عالم متمرکز شدیم روی که این جریان اصلا ارتجاعی از نظر طبقاتی هم درست پایه توحیدستی داره، ولی ارتجاعی تصادفا این جریان های توحیدست بیشتر از این روحانیت حمایت میکنند. اینا رو به نظر من از این نظر راهکارگر یک سازمانی بود که به طور منسجم روی این مسئله ارتجاعی بودن و جهتگیری فاشیستی این نظام روحانیت تأکید کرد. از این نظر مثلا به نظر من یک چیز استثنایی بود در بین سازمان های چپ دیگه. نمیخوام اون یکی گروه های کمونیست و اینا را کوچک بکنم، اما اونا واقعا زحمت کشیدن و اینا شهید دادن، نمیدونم وایستادن، ولی این یه چیزی بود که در راهکار اتفاق. حتی مسئله قدرت دولتی و شناخت اون و شکست انقلاب یکی از محورهای اصلی بود، ولی خب روی کرده راهکارگر در نقد روش مشی چریکی و مشی رفرمیستی هم بود، بر بازگشت به میان توده و اینکه توده باید سامان پیدا شده. در حالی که این خطر فاشیزم رو ما میدیدیم، چرا تدارک کافی رو برای مقابله با این حرکت انجام ندادیم؟ رفیق ابراهیم. بله، من قبل از که به این سوالشو پاسخ بدم که اتفاق خیلی خیلی مهمه،
مسئله اینه که تکمیز راه به قول معروف، این تنها جریانی که در اون زمان غیر از ما مسئله بناپارتیست رو مطرح کرد فکر میکنم سازمان وحدت کمونیستی بود انصافا، تا اونجایی که من تو ذهنم هست، نمیدونم چقدر دقیق باشه. به هر حال یکی واقعیت قضیه اینه که شناخت عمیقی که رفیق اون اشاره کرد در رابطه با مذهب، این خودش کم چیزی نبود. شما نگاه کنید برای که بدونید یا نسل‌های بعدی بدونن که چجوری چه شناختی داشتن، و اینطوری نیست که ما به اصطلاح کسانی بودیم که جمهوری اسلامی انقلاب 57 به وجود آوردیم با جمهوری اسلامی آوردیم سر کار گذاشتیم. ما همه ما در روزهای آخر انقلاب از زندان آزاد شدیم. خود من 2 بهمن از زندان آزاد شدم، 22 بهمن انقلاب شد. اگر خوب بخوان بدونن یه جزوه ولایت فقیه راه کارگر رو بخونن که چه شناخت عمیقی از ولایت فقیه داشت، طوری که موقعی که این جزوه پخش شد همه فکر میکردن که یک سر ایده هستن، مجتهدین خاص هستن تو این زمینه که اینو دارن چیز میکنن. اصلا شناخت، یا مثلا یادمه اولین بار که خیلی ولایت فقیه جزوه به اصطلاح درسای ولایت فقیه یا کتاب ولایت فقیه خمینی رو نخونده بودن، ولی من یادم سال 47 بود رفیقم ترابخشناس از رفته بود تو مسجد سید عزیزالله، اونجا یه جزوه برداشته بود آورده بود از زیر اونجا میگذاشتن مخفیانه. وقتی اومد خون دیدیم که 13 درس خمینی در نجف هست، همین تز ولایت فقیهش در واقع بود. ما خوندیم هرچی فکر کردیم که آخه این چی میخواد، چجوری میخواد تو این شرایط اینا پیدا بکنه، کلمون نمیرفت. بعد یه گفتیم حتما میخواد مثل اون یه حاجی مروجی بود از فامیل خود ترابه بود که تو شهر ما همه کاره بود، هم محضر داشت، هم نمیدونم عقد میکرد، هم ازدواج کرد، هم سند مالکیت مینش و و و و همین کار انجام. گفتیم مثل که میخواد جامعه را تبدیل به اصطلاح اینجور حالت ها بکنه، یعنی در واقع به جای این سیستم اداری، سیستم اداری حاجی مروجی ایجاد بکنه. یعنی یا مثلا موقعی که چرا میگیم از اول، من حالا منم یکی از کسی بودم تو زندان با یه سری از همین بچه ها سر مسئله خمینی دعوا داشتیم، اونا میگفتن به اصطلاح خورده بورژوازیه، من میگفتم به هر حال هر چی باشد این ضد کمونیسته، این به قول من کمونیست کشه. دلیلم داشتم در یکی از مذاکراتی که بین رفقای ما با خمینی صورت گرفته بود، اون موقع مجاهد بودیم، وقتی که خمینی سوالش این بود از رفیق ما که شما اگر پیروز میشین، شما اگر بجنگین که پیروز میشه کمونیستا، و در اون زمان ضدیت عمیق خودش رو نشون میداد با این مسائل. سر این مسائل خب اختلاف میشناختیم که جانورای دلان داره میاره سر کار. برحال از این دوتا تکمیز را با قول معروف بگذاریم بریم پاسخی که سوالی که خود پرسیدی. به نظر من ما خوب درخشیدیم در تئوری، خوب درخشیدیم در تبلیغ و ترویج نظراتمون، خوب درخشیدیم در سازمان دادن نیروهامون، هوادارامون، اعضامون در سراسر جامعه، از نشریاتی که از این مروبت با قول من نشریه مرکزی و نشریات محلات و فلان و فلان و همه اینا، یا شرکت و همکاری و اتحاد عمل با نیروهای مختلف چپ، تظاهراتی که ما و رزمندگان و پیکار اینا انجام میدادیم، یا تظاهراتی که جمعی همه این سازمان ها در اول ماه انجام میدادن با سازمان چپ به طور کلی، و بعد با اقلیت و اینا در اونجا به اصطلاح حرکات مشترکی میکردیم، همه اینا مثلا جز چیزی دستاورده بسیار خوب ما بود. اما ما به ضعف عمده داشتیم، ضعف عمده رو در واقع باید بگم که موج ما را برد.
ما که چشمانداز فاشیسم میدیم، ما که خودمان تجربه مبارزات زیرزمینی داشتیم، اون اهمیت لازم برای سازماندهی انگار نداشتیم. چشمانداز رو میدیدیم، میدونستیم که جامعه چه خواهد شد، اما نیومدیم سازماندهی اصطلاح بکنیم مقابله با اون باشه. مثلا از نوع برخورد با سازماندهی جمع جور همکاری کرده، حتی این نیست که تلاشی نکردیم ما بخوام یک جبهه ضد فاشیستی علیه فاشیست به وجود بیاریم. آوار داشت خراب میشد، ما گفتم موج ما را برد. ما همچون سازمان های دیگری که این اعتقاد نداشتن، جنبش به اصطلاح جوانان در آفتاب و در واقع انگار ادامه دادیم، در حال که میبایست الان که نگاه میکنیم، اون موقع تو اون جفت شاید نمیتونستیم اینطوری فکر کنیم، الان که نگاه میکنیم ما حداقل میبایست سازماندهی به اصطلاح مخفی علنی رو ایجاد میکردیم، جبهه ضد فاشیستی رو اعلام میکردیم، تمام نیروها و کادرامون رو علنی نمیکردیم، تمام نیروهامون تو خیابونا نمیریختیم جلو دانشگاه ها این ور اون ور تو بحث و فحص میکنن، یا نه تنها جلو دانشگاه، در جنوب شهر، در این ور اون ور، یعنی همه رو علنی کردیم. این به نظر من یکی از به اصطلاح اشکالات اساسی خود ما بود. نمیدونم شاید به اصطلاح رفیقون شالگونی اینو قبول نداشته باشه یا قبول داره، نمیدونم. تو نظرش واقعا در این زمینه هیچ وقت نپرسیدیم، با هم اصلا صحبتی نکردیم، ولی به نظر من اینو باید موفقیت های بزرگی داشتیم ما، ولی ضعف هم داشتیم، مخصوصا این به ما راه کارگری ها که در دوران استبداد پلیسی شاه مبارزه کرده بودیم سالها و میتونستیم زیرزمینی باشیم، در اینجا این بخش از قضیه رو در واقع رها کردیم. و موقعی که دیگه موج اومد، هر چقدر خواستیم با این مقابله بکنیم، درست کاری کردیم، نمیدونم جنوب شهر بریم سازماندهی دوش رو بکنیم مخفی کردم و و و و، ولی دیگه موج اومده بود، همه چی رو داشت میبرد با خودش. در دورانی که ما بارها اعلام کردیم که در دوران مستی توده‌ای مقابله با این به این راحتی نیست، ما خودمون آماده نکردیم برای مقابله با این مسئله. این نقطه ضعف ما بود. نمیدونم چقدر شما چون میدونم متاسفانه زمان کافی نیست و میدونم که خیلی در یه روند 40 ساله صحبت کردن واقعا سخته. بعد خب ما توی بعد از 60 علارغم که دور اول نشریه بود و همین نقدهای اساسی در واقع مشی چریکی، مسئله قدرت، مسئله دولت، مسئله خود انقلاب، راگهای جهان دیگری که در واقع باید تصویر میشد رو در واقع سامان دادیم، که این بدون فداکاری های بزرگ و تلاش های نظری ممکن نبود. توی بعد از اون 60 هم که ما شاهد تجزیه سازمان راهکارگر بودیم توی داخل کردستان و بلوچستان و اینها، و تونستیم از طریق رادیو صدای کارگر، نشریات ریفای کریکار، پیام کارگر، کاریرا، زندگی نوین، نظم نوین، پیام زحمت کشان، شورا، پیک سر، کارگر به پیش، ارکاد و نوریه، ندا الکابین، به پیش، راهن و همه برخی دیگر از نشریات محلی سازمان این صدا رو برسونیم. و متاسفانه تو این روند بسیاری از عزیزانمون رو ما در واقع دست دادیم که یادشون واقعا یاد با. اما من این رو گفتم که چیز کنم ببینم نظر شما در این راهپیمایی که کردیم ضعف‌های ما در واقع چه بود؟ نقطه قوت رو گفتیم، ضعف‌ها چه بود؟ چرا الان ما که نشستیم در دو تا سازمان متفاوت نشستیم، ما که طرفدار وحدت نیروی چپ و کارگری، وحدت نیروهای کمونیستی، طرفدار سوسیالیسم، سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی و
مبارزه علیه این دنیای وارونه که جز جنگ و ویرانی و ستم و تبعیض چیز دیگری نیاورده و افقهامون شاید همان افقهایی که در 57 داشتیم با چیز بهتر قوی‌تری. چرا این ضعف ما چه بود؟ چرا این گونه هست؟ اگر لطف کنید کوتاه 5 دقیقه داشت 6 دقیقه ممنون میشم. ببخشید والا من فکر میکنم که قبل از اون یه نکته ای رو بگم که یکی از این چیزهایی که راهکار اگر اول نقاط قوت چندی رو بگم که داشتش علاوه بر این که رژیم جمهوری اسلامی رو به اصلاح راهکارگری ها از قبل جلوتر از همه شاید دقیق شناختم من به نظرم نکته بعدی عبارت از این بود که وقتی که یه حادثه دیگری اتفاق افتاد در واقع با فروپاشی اون سوسیالیسم به اصطلاح شوروی و اینها یه دفعه چپ زیر پاش خالی شد دیگه خیلی هاشون و بعضی ها ماویست بودن بعضی ها نمیدونم آلبانچی بودن بعضی ها طرفدار شوروی بودن ما اونطور هیچی نبودیم که یه طرفدار خاصی باشیم ولی خب اون ضربه بزرگی بود دیگه که چه هستش در اونجا به نظر من راهکارگر در حادثه مهم بود خودش رو جمع جور کرد که اولین کنگره راهکارگر که در داخل نتونستیم هیچ وقت کنگره بذاریم و اینا در خارج که اولین کنگره راهکارگر که چیز کرد ما بازگشت به مارکس رو مطرح کردیم در واقع بایستی از اون نوع سوسیالیزمی که در واقع یه حزب میره بالا دیگه راه نمیده دیگران رو نمیدونم یک حزب یک دولت و فلان اونو گذاشتیم کنار دیگه این حادثه خیلی خیلی مهمی بود که در واقع با بازگشت به مارکس این مسئله مطرح شد در اون برنامه کنگره اول هم این منعکس شده و اینها این هم یکی از اون نقاط قوت راهکارگر بود که در واقع امروزه اینا رو میگن سوسیالیسم دموکراتیک ما در واقع با بازگشت به مارکس سوسیالیسم دموکراتیک رو در واقع جانبداری و اینها کردیم و این داستان ها منتها ضعف هامون رو بهتون بگم و اینها اولین مسئله که هستش اینه که فضای اون سالها طوری بود که علارغم که ما به شدت نگران بودیم که این فاشیسم و اینها پیش خواهد اومد ولی فکر نمی کردیم یه دفعه ناگهانی این جریان اتفاق بیفته واقعیت اینه که درسته که روحانیت مواضع کلیدی رو در دست گرفته بود ولی هنوز فضای بازی وجود داشت و اینها این یکی از چیزهایی که اتفاق افتاد به نظر من ماجرای این به اصطلاح ابتکار آقای مسعود رجوی که وارد فاز مسلحانه شدن و فکر میکردن که واقعا جمهوری اسلامی رو به این سادگی ها میشه از بین برد و فلان و اینا و این باعث شد که از اون سال 60 یک دفعه به شکل خیلی شتابان فضای سرکوب وحشتناکی شروع شد و اینا البته من بگم که همون که رفیق ابراهیم میگفت و اینها ما ضمناً به اصطلاح چیزهای مخفی داشتیم مثلا راهکارگر فکر میکنم اولین سازمان انقلابی بود که نشریهش رو مخفیانه منتشر کرد از اول اصلا از قبل از اتا از سال 58 به بعد ما مثلا نشریهمون در یک مرکز واحد منتشر نمیشد در شهرستانهای به اصطلاح کلیدی و اینها نشریه رو به اصطلاح چه میکردن نسخش رو میبردن اون جاها چاپ میکردن و اینا یعنی سعی میکردیم که چی باشه این یک ماجرا بود که یه دفعه فرود اومد این ماجرا این به نظر من یکی از چیزهایی که ضربه زد به اصطلاح جنبش چپ و جنبش آزادی خواهی و مترقی ایران تردیدی نیست که روحانیت هرچه حتی اگه 30 خردادم پیش نمیومد و فلان سال 60 فاز نظامی مجاهدین پیش نمیومد اینا سرکوب میکردن چون همون که ما میگفتیم دیگه فاشیسم این ماجرا سرکوب خواهد کرد و اینا منتها این مسئله که یه دفعه فرود اومد خیلی به اصطلاح چیز ضربه مهلکی بود یا عامل دیگری که به نظر من خیلی مهمه او اینه که در فضای اون دوره از جمله خود ماها یک سادگی وجود داشت که گویا ما اصلا اون دوری هم نمیتونیم مخفی بشیم و فلان و اینها چون مخفی شدن
ضمناً هم در بین در مورد راهکارگری ها باید توجه کنید. تقریبا همه اون بچه هایی که اون کسان اولی که اون گروه های اولی که راهکارگر رو به وجود آوردن افراد از نظر جمهوری اسلامی شناخته شده بودن، عکسشون تو هویتشون دقیق، هیچ سازمان اینطوری نبود. یعنی بچه های ما واقعا اینطوری بود که همهشون شناخته شده بودن، پرونده داشتند و فلان، در زندان‌های مختلف دیده بودن. حالا فرصت نیست که من یک بگم که چه موردهایی پیش مثلا خیلی از رهبران جمهوری اسلامی مثلا ماها رو میشناختن، نه که مثلا من و ابراهیم و نمیدونم علیرضا شکوهی و غلام ابراهیم‌زاده و نمیدونم اینطوری نه، اصلا چیزه، اصلا غالب بچه ها رو میشناختن دیگه، اصلا به راحتی من ماجرا به ازلا چی پیش میمد و فلان. منطقه علارغم این ها یک ماجرایی هم که بود، چون غفلت بزرگ به نظر من اون عبارت از این بود که زیرزمینی شدن اون شرایط خیلی به نظر میومد که آرتیست بازی فلان اینا، در بین ما همین طوری بود، چه احتیاجی هست اصلا این طوری بکنیم و فلان. این یکی از اون چیزهایی که ضربه زد دیگه به ما، خیلی مسئله مهمیه. یه مسئله دیگری که بعدن البته بعد از ضرباتی شد، عدم تمرکز سازمانی بود. مثلا من یادمه که مثلا سازمان مرکزی داشتیم، مثلا کمیته تهران ما، مثلا یه تشکیلات تهران مثلا چی بود، تشکیلات مثلا آذربایجان یا مثلا فلان یه چیزی بود، تشکیلات مثلا اصفهان یه چیزی. واقعا که بعدن که ضربات فرود اومد و مخصوصا کادرها اون زیر ضرب رفتند و اینها، این باعث شد که ما عدم تمرکز رو در پیش بگیریم، که این از این نظر ما تا از اون به بعد یه مقدار سالمتر موندیم. یعنی راهکاریت تنها اونجا تمام نشد، بلکه بعد از این ضربات و فلان فعالیت‌های مخفی رو شروع کرد، با عدم تمرکز کمیته‌های مختلف به وجود آوردن، همونجا شما نشریاتشون رو میشمردید و اینها دیگه کسی هستش و اینها، که این اقتباس شده بود از تجربه جنبش به اصطلاح کمونیستی مخصوصا در فرانسه و ایتالیا در مقابل فاشیسم و فلان و اینها. مثلا کمیته‌های کوچه که مثلا رهبری کننده داشتند و فلان و نیروی واقعا اینا جواب داد و اینا، منتها ما تا اون مرحله برسیم خیلی ساده لوحی کرده بودیم، درش تردیدی نیست که این اتفاق افتاد و اینها. و فضا همینطوری بود که گویا اگر مثلا میگفتیم که آدم بایستی مخفی باشه یا کادرهای اصلیمون رو نبایستی جلو مردم بذاریم، این یه مقدارم خود انقلابی شده راه کارگری ها بود که گویا مثلا اگر یک فردی که مثلا چیز مخفی بشه و دیگران رو به میدان بفرستن، این یعنی که ترسیده رفته و فلان و اینا. یعنی واقعیت اینه که خیلی از کادرهای شناخته شده ما دم دست موندن، این مسئله خیلی مهمیه. یعنی حتی ما میتونستیم عقب نشینی کنیم به سرعت، وقتی که 30 خرداد پیش اومد مثلا عقب نشینی کنیم به کردستان و اینها. منتها همین ابراهیم خودش یادشه، یکی از آدمهایی که در سازماندهی انتقال نیروها کادرهامون به خارج نقش مهمی داشت همین رفیق ابراهیم بود و اینا. یعنی واقعا که بچه ها رو ببریم بیرون اصلا چیز واقعا عجیب و غریبی بود دیگه. مثلا این، یا مثلا من یادمه که مثلا رفیقمون غلام حسین ابراهیم زاده جستش و اینها پزشک بود و اینها، مثلا این رو خیلی شناخته شده بود، دقت بکنید، این هم به اصطلاح دانشگاه میرفت و فلان و اینا، نه چه درس بخونه، اونجا یه دانشگاه آزاد و اینا چی میکرد، کار میکرد و اینها، و ضمناً با حساس ترین چیز دفتر سیاسی ما با علیرضا شکوهی و اینا یه خونه بودن و فلان و اینا، یعنی علنی بود و اینا. یعنی ما از این مثالهایی میزنم که چستش، یعنی خیلی زیاد از این اشتباهات کردیم و اینا. علتش هم این بود که یه نوع به اصطلاح چی میشد، من یادمه که مثلا به غلام، من خودم میگفتم غلام مواظب باشه و فلان که چستش و فلان، میگفت نه اینطوری نیست. و یعنی تنها غلام نبود، اصلا ماها مثلا علیرضا شکوهی رفته بود مثلا با ماشین ورداشته بود، تصدیقم نداشت، رانندگی کرده بود، رفته بود یه جای کم مونده بود، اصلا یه جای بگیرنش فلان. اصلا مخفی شدن گویا این بود شد که مثلا گویا در رفتیم، بچه ها رو جلو نمیدن. یعنی
اینجا اون نقطه انقلابیگری ما به نقطه ضعفمون هم تبدیل شد. واقعیت اینطوریه که آسیب زیادی زد به ما. مثلا کادرهای برجسته بون با همین که بایستی خارج می شدن دو اینا. یا این که مخفی می... یا لااقل به کردستان مثلا منتقل می شدیم. کردستان اون موقع منطقه امتری بود و اینا. جنگ ایران عراق شروع شده بود. اینا متاسفانه نشد و اینا. سوال من ولی پاسخ ندادید. بعد بر می گردیم بهتون. ابرام جان شما بگو. من فکر نظر می گفتم در این رابطه مشخص. آقا سوال اصلی جواب بده. این نقاط جان... به این سوال ما جواب بده. نقاط ضعف و قوتمون چیه؟ چرا علارغم ضرورت‌های ناگزیر این وحدت چپ ممکن نشده؟ این پراکندگی هست. این موقعیت سازمان‌های ما. اینو نمیدونم فکر در این فاصله کوتاهی که مطرح می‌کنید 5-6 دقیقه هر کدوم بتونیم اینو پاسخ بدیم. این مسئله خیلی خیلی مهمیه. پیشنهاد می‌کنم یه جلسه بذاریم. چند نفر از رفقا باشن، حتی بیشتر از 2 نفر، 3 نفر، 4 نفر، یه ارزیابی بکنید. چون برای خود من الان این مسئله مهمه که آیا با توجه به وضعیت جدید چیکار باید بکنیم. وضعیت جدید همین چه؟ آره به قول تو ما همین اینجا که نشستیم 2 تشکیلات نشستیم. چرا 2 تشکیلات؟ برای چی؟ حالا هرچی، نه تنها خود ما جزء کوچکی از مجموعه جنبش چپ ایران هستیم، جوانانی که الان در میان ما، تئوری‌های جدیدی وجود داره یا نداره؟ آیا میتونیم مثل گذشته یه حرکت جدی بکنیم، جمع جور بکنیم، یا مثلا تشکل‌هایی که هست با اینا چیکار؟ یعنی یک برنامه میخواد، یک بحث فکری جدی میخواد. با 5 دقیقه فکر نمی‌کنم، ولی این واقعیتیه که ضعف اون چیز قبلیش که صحبت کردیم هممون، منم گفتم واقعیت قضیه که شرایط طوری بود که ما همراه شدیم با موج، و همین چیزی که میگفت موقع خروج، حتی خود من که مقصدم بیام برای یه سری کارا، یکی از رفقا، حالا اسمش یادش بخیر، تیبارون شد، چیز اسمش مریم، طاهره سید احمدی بهش گفتن طاهره جدان از این قرار باید اینطوری در اومد. اولین حرفی که بزد گفت میخواین فرار کنید، میخواید ماجرای حزب توده برای ما ایجاد بکنید. من کلی صحبت کردیم با هم دیگه، بعد گفتم که آخه تو اینطوریه. بالاخره اون راضی شد که گفت که خب حالا چند تا از شما ها آره. یعنی این چیزی که ممیم اشاره کرد، روحیه بچه های ما روحیه جنگندگی بود. ما این تدارکی، اون چیزی که من دارم میگم، تدارکی که میباید میکردیم برای همچون روزی تو این زمینه، دستاورد جدی نداشتیم. حالا همه اون حرفایی که من میزد کاملا درسته، همه ما علنی بودیم، ولی امروزه میتونیم فکر بکنیم که آدم های علنی هم در شرایط خاصی میتونن مخفی و علنی زندگی بکنن، میتونن به قول من ماسک بزنن برای این تغییر چهره ظاهر سیاسیشون بدن یا جای دیگه. البته ساده نبود. تو اون شرایط همه کسایی که اومده بودن از زندان‌ها بیرون، همه به قول معروف حلقه‌های گل به گردنشون بود، رو شونه های مردم همه می‌دیدن. گذشته از که جمهوری اسلامی نه تنها اسناد که مال سواک در اختیار شد، هم بند و هم زندان و هم به قول معروف پیانه بودیم اون موقع. اینا میشناختن. همین غلامی که اشاره کرد، واقعا هر موقع آدم فکرش میکنه چیز میشه، منقلب میشه. غلام اصلا این توجه نمیکرد. من و غلام تو ماشین نشسته بودیم، داشتیم میرفتیم یه جای، یک مرتبه که از این سردمداران رژیم ما رو دید، دست تکون داد، سلام علیکم. گفتم غلام اینطوری شد، این ماشین رو باید مثلا بفروشیم. میگفت نه، اون که ما که چیز نمیکنه، اینقدر چیز هست که ما رو لو نده. گفتیم بابا اینطوری نیست. یعنی میخوام بگم این خوش قلبی، البته واقعیت اینه که ابراهیم جان این چیز بود ها، اونها هم همهشون یه دفعه چی نکرده بودن. من خودم یکی از اونها رو در این زیر پل کریم خان و اینها دیدیم. من فکر کردم حالا مثلا ما رو
من برای آنکه چی نشه رفتم جلو سلام علیکم، اونم بغل رو بوسی و فلان از چیزها، یعنی هنوز اون صفحه توی نشده بود که مثلا درسته کاملا درسته. حتی من خودم یه بار منتظر درسته آره، من منتظر ماشین بودم که سوار شم، ماشینم خراب شد سر خیابون، منتظر ماشین بودم، ماشینی که جلوم ترمز کرد گفت بفرما بالا، وقتی سوار شدم فهمیدم چیه، که این آدم خودش توی سلطنت آباد بود اون زمان، کلی با هم صحبت کرد و آخر کار شماره تلفن داد گفت که اگه خواستی بازم میتونی با هم صحبت بکنی و میتونست همون لحظه منو ببره. کاملا این حرف هست، این بلخواه روابط عاطفی که در گذشته بود تأثیراتی داشت، این ساده نبود برای اونام که راحت بگذرن. مطمئن ما تو همین مسائل باعث شد که به نظر میاد که هوشیاریمونو در اون رابطه برای عمق بخشیدن به کارمون از دست بدیم. ببخشید یاد صحبت کردم. رفقای گل متاسفانه سقف زمانی هم گذروندیم، ولی ما این بحث این ضرورت در واقع چرا وحدت شب ممکن نشده، چرا این اصلا مسئله مهمیه باید صحبت کنیم. به نظر من این سادگی ها نیست، این سادگی پنج دقیقه نمیشه یه بحث قطعا یه گفت آره واقعا یه بحث مستقل میخواد. تا با اون معروف همین مسئله سالگرد سازمان ما هست، همچنان میتونیم این بحث رو امیدوارم بتونیم در دو هفته دیگه با هم انجام بدیم. ممنون و سپاس از شما رفقای عزیزم محمدرضا شالگونی و ابراهیم آوخ و به یاد همه آن جانهای شیفته‌ای که چهره ها و خاطره ها و نام هاشون در مقابلمون رژه میرن، همه کسانی که میشناختیم و نمیشناختیم و بسیارانی با اونها زیسته بودیم، زشت کشیدیم، مبارزه کردیم، رویاهامون رو تقسیم کردیم، نامهامون رو با نامهای اونها عجین کردیم و امیدها و آرزوهای اونها رو برای نبرد نهاییمون در مبارزه که داریم حق کردیم. امیدوارم این یادها و خاطرها مثابه همچنان تغذیه کننده ما برای دوستی ها و وفاداری هامون و برای مبارزه‌ای باشه که در مقابل داریم. از هر دوی شما ممنونم و از شما بینندگان عزیز تلویزیون برابری که حوصله کردید به اولین بخش از گفتگوی رفقای محمدرضا شاهولی و ابراهیم آوخ گوش بدید. شاد و سلامت و پیروز باشید.